جناب آقای ناصر ابیات، فعال حقوق بشری عرب اهوازی، درود بر شما. با عرض سلام خدمت شما و بینندگان گرامی، بفرمایید من در خدمت شما هستم. بله جناب آقای ابیات، به نظر جناب علی مردم ایران، علل خصوص مردم عربستان ایران، مردم الاهواز، فکر میکنیم باید در انتخابات نمایشی رژیم ایران شرکت بکنند یا این انتخابات رو تحریم بکنند؟ بله، من عرض احترام و ادب به تمام بینندگان شما، به تمام مردم ایران زمین و به تمام ملیت های غیر فارس، کرد، عرب، بلوچ، ترک آذری و همه ادیان مختلف ایران، حضور مردم در انتخابات یعنی مشروعیت دادن به نظام جمهوری اسلامی ایران و تکریس قدرت در مرکز که همان تهران است و چپاول مال و مال ملیت های غیر فارس توسط ادعی چپاولگر، موافق بودن با سیاست های ضد انسانی و رفتارهای قرون وسطایی و کشتار روزمره، شرکت در کشتار روزمره نظام جمهوری اسلامی، در جنایاتی که هر روز و هر ساعت در حق مردم ملیت های غیر فارس و در حق مردمان فارس انجام میده. سناریوهای مکرر جمهوری اسلامی در طی این 33 سال ادامه دارد و ادامه خواهد داشت و برای همه واضح است که با چه حیله ها و فریب ها و نیرنگ های دست میزنه سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی که مردم را به صندوق های انتخابات بکشه و از هیچ حیله و نیرنگی دریغ نمی کنن. برای مثال همچین که همرزم عزیز کرد من فرمودن، یه مثالی دارم. مثلا ما آقای حسینی، یکی از به اصطلاح نمایندگان مردم عرب الاحواز، در مجلس شورای نظام جمهوری اسلامی بود. واقعا وقتی که من خطبه ایشان یا روزخانه ایشان را در مجلس شنیدم، چنان پرچرب، چنان حیلگر بود که من خودم تعجب کردم. چنان با چه صراحتی به شروع به کشف فجایع و محرومیت هایی که مردم عرب الاحواز یا عربستان می کشند، که فقط 10% از چیزهایی که مردم می کشیدن، از کمی آب، با اینکه احواز یکی از اقلیم های پر آب ایران می باشد، از بیکاری، از محرومیت های مردم و جوانان. واقعا کسی که در جریان این بازی جمهوری اسلامی نیست فکر میکند که ایران یکی از دموکراتیک ترین کشور جهان است. ولی ما برای همه عیان شد و روی نظام کشف شده که همیشه قبل از انتخابات 3 یا 4 ماه شروع به آزادی های کاذب و ایجاد فضایی از دموکراسی دروغین برای مردم و در رسانه های گروهی جمهوری اسلامی نشان می دهند که فقط مردم را به صناديق انتخاب بکشند. ولی مردم همه بیدار شدن و کسی دیگر بهانه‌ای ندارد و همه این نظام را میشناسند. رسانه های گروهی غربی، آمریکایی و استرالیا و اپوزیسیون خارج از کشور و همرزمان کرد، بلوچ و ترک آذربایجان و عرب از طریق رسانه های گروهی، از طریق فیسبوک به مردم دارن روزانه اطلاع رسانی می کنن و فجایع نظام را به مردم ایران نشان می دهن و ملیت های غیر فارس باید به این امر
ایمان بیاورند که شرکت در انتخابات جز ذلت خاری برای آنها چیزی برمغان نخواهد آورد. بله. باور میکنن که ایران به نظام جمهوری اسلامی شانس به این نظام دادند و این 33 سال هست که شانس به این نظام و این رژیم دادند، ولی تا الان هیچ خیری و نفعی نبود و فقط جز اعدام و به زندان انداختن و سلب حقوق اجتماعی، فرهنگی و سیاسی چیزی دستگیر ملت‌های غیر فارس در ایران و همچنین فارس نشده. بله. جناب آقای عبیات، میخوام کوتاه در پایان اگه با زبان عربی برای مردم الاهواز و عربستان ایران پیامی دارید بفرمایید، در خصوص اینکه باور شما بر این هست که این انتخابات باید تحریم بشه، بفرمایید. بله حتما. انا من هنا من اذاعه تيشك احيي كل مشاهدين الاعزاء في الاهواز، وأرجو من جميع المشاهدين الذي يسمعون صوتي بأن لم يشاركوا في هذه الخدعة الانتخابات، ما هي إلا خدعة وهي واستمرار بالقتل واستمرار بالإعدامات، وإحنا الآن لدينا شباب منتظرين الإعدام وهم الخمسة الأخوان من منطقة محشور، فأرجو من جميع عرب الأحواز أن لا ينخدعوا مرة أخرى ويشاركوا في هاي المسرحية التي لم تجيب لنا إلا العار والذل والخذلان، وشكرا لكم. خیلی ممنون. خیلی متشکر از جناب علی. جناب آقای ناصر عبیات، فعال حقوق بشری عرب اهوازی.